ای جان و جهان، آخر از روی نکوکاری یک دم چه زیان دارد گر روی بماری؟ ای روی تو چون آتش و ای بوی تو چون گل خوش، یارب که چه رو داری، یارب که چه بو داری. در پیش دو چشم من پیوسته خیال تو، خوش خواب که میبینم در حالت بیداری. دل را چو خیال تو بنوازد، مسکین دل در پوست نمی گنجد از لذت دلداری. قرص قمرت گویم، نور بصرت گویم، جان دگرت گویم یا صحت بیماری؟ از شرم تو شاخ گل سر پیش طرف کنده، و از زاری من بلبل با مانده شد از زاری. از جمله ببر، زیرا آنجا که تویی و او، تو نیز نمی گنجی جز او که دهد یاری. در انتهای شب، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچو برف نیست. سلام و درود بر شما همدلان، در پایان ساعات زودگذر شب در خدمت شما ایم با بحثی درباره مثنوی مولانا. مولانا و مثنویش را هر ایرانی به خوبی می شناسد و ما امشب می خواهیم ابلیس را در مثنوی مولانا بررسی کنیم و امید ما نیز بر آن است که خاطر شما را مسرور سازیم. شیطان در ادبیات دنیا جایگاهی ویژه دارد و موضوع مهمی را برای آثار ادبی جهان به وجود می آورد. در ادبیات غرب، کریستوفر مارلو شاعر انگلیسی زبان، ویلیام بلیک و به خصوص میلتون در بهشت گم شده هر یک شیطان را به گونه‌ای در آثار خیش جای دادند. حتی شیطان در ادبیات عرب سرچشمه و منبع سروده‌های شاعران زیادی بوده است، به طوری که شاعران دوره جاهلیت معتقد بودند که نوعی شیطان شعری وجود دارد که منشأ الهام برای سرودن است. از این رو آنان هر یک برای خود شیطانی با نامی خاص داشتند، چنان که نام شیطان عبید شاعر حبید بود و جهنم نام شیطان شعری عمرو بن قطن و بشار بود. هر یک از این شیاطین از دیدگاه آنان حائز اهمیت خاصی بودند و آنها شعرشان را مدیون این شیاطین می دانستند. اما باید توجه داشت به هر آنچه که در ادبیات غرب و عرب توجه شده، زمانی نماد شرارت و قهر و بدی
و تمثیل نفس اماره بوده است و زمانی نیز به صورت موجودی عینی و الهام بخش قریحه شاعران بوده است. آنچه ما با عنوان ابلیس شناسی در فرهنگ اسلامی از آن یاد می کنیم، در ادبیات دنیا کمتر به آن توجه شده است و شاعران و نویسندگان دنیا شاید کمتر به موجودیت حقیقی این مخلوق الهی اندیشیدند. بیشتر وجهه نظر آنان معطوف به خواستگاهی بوده است که شیطان را کاملا از آنچه که ما در ادبیات فارسی از او یاد می‌کنیم متمایز می‌کند. در ادبیات فارسی شاعران و نویسندگان بسیاری بودند که با دیدگاه نمادین به این قضیه نگریستند و نمادهای متفاوتی از اسامی مختلف شیطان در طول تاریخ ادب فارسی ارائه کردند. اما حضور شیطان و ارتباط او با خداوند در قبل و بعد از آفرینش آدم به خلق داستانهای زیبایی انجامیده است. از این رو ابلیس در شعر فارسی جایگاه خاصی دارد و با نامهای مختلفی از او یاد شده است. به این صورت که قبل از خلقت آدم و در عزت و جلال او را عزرائیل می‌خوانند و در داستان آفرینش آدم و در مقام یکی از شخصیت‌های اصلی این داستان با نام ابلیس از او یاد می‌کنند و در زندگی مادی و این دنیایی و در کنار فرزندان آدم که نماد شرارت و بدی است با نام شیطان از او یاد می‌کنند. این تغییر نام و معنی ابلیس را سنایی در حدیقة الحقیقه و مولانا در مثنوی آوردند. سنایی آنجا که آدمی را از عقل و خدعه و تلبیس برحذر می‌دارد چنین می‌گوید: بگذر از عقل و خدعه و تلبیس که عزازیل از این شده است ابلیس. که تغییر نام فرشته‌ای را با نام عزازیل به ابلیس بر اثر تلبیس یادآوری می‌کند و بعد از این مرحله نمادی از او ساخته شده است که امروز نه تنها در ادبیات و ادیان، حتی در زندگی اجتماعی با نام شیطان از او یاد می‌کنند. و شاید بتوان گفت که ابلیس نام اختصاصی شیطان و شیطان نام عمومی است که به هر اهریمنی در جهان گفته می‌شود. به همین علت او را به عنوان نماد می شناسند. ابلیس در شعر صوفیه چهره گوناگونی دارد و این واقعیتی است اگر بگوییم ابلیس در شعر صوفیه شکل دگرگونی گفتارها و اندیشه‌ها و باورهایی است که در قرون گذشته عارفان به نامی چون شیخ احمد غزالی، عین القضات همدانی و حلاج درباره او داشتند. از این رو شاعران هیچگاه اندیشه دگرگونی در به اصطلاح دفاع از ابلیس در اشعار خیش ارائه ندادند. با این همه جستجو در این باب در اشعار شاعران ما را به خواستگاه و بنیان اندیشه و تفکر صوفیانه آنان رهنمون می شود و ما را با چشمنداز این شاعران آشنا می کند. علاوه بر این داستان سرایی شاعران در این باب حائز اهمیت است. داستان‌هایی که بعضی نخستین بار در شعر صوفیه نمود پیدا کرده و برخی دیگر با گوشه چشمی به آثار گذشته صوفیه سروده شده است.
در تمام داستان‌های موجود در مثنوی که به نحوی درباره ابلیس است، به جز داستان بیدار نمودن ابلیس معاویه را که در دفتر دوم مثنوی آمده، بقیه بدون استثناء بیانگر جنبه نمادین شیطان است که نماد شرارت و بدی به شمار می آید. از این رو مهمترین داستانی که تا حدودی به اصل و نسب واقعی یا حقیقی ابلیس می پردازد و چهره جدا از همه سیماهای موجود در شعر صوفی ارائه می دهد، شاید بدون اغراق همانا داستان بیدار کردن ابلیس معاویه را باشد. اما از مجموع 9 داستان موجود در مثنوی که به گونه‌ای درباره ابلیس سخنی دارد، تنها به بررسی چند داستان پرداختیم که به اختصار برایتان شرح خواهیم داد. داستان‌های موجود در مثنوی مولانا که به نحوی درباره ابلیس سخن می‌گوید، عبارت است از دفتر اول از ابیات 1480 تا 1580، اضافت کردن آدم آن ذلت را به خویشتن و اضافت کردن ابلیس گناه خود را به خدا، و باز از دفتر اول ابیات 3396 تا 3425، اول کسی که در مقابله نص بیاس آورد ابلیس بود، و باز از همین دفتر ابیات 3893 تا 3923، تعجب کردن آدم علیه السلام از زلالت ابلیس و عجب آوردن و بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است، از دفتر دوم ابیات 2604 تا 2792، و اما از دفتر سوم ابیات 4036 تا 4078، گفتن شیطان قریش را که کی به جنگ احمد آیید و وقت ملاقات صفین گریختن، از دفتر چهارم ابیات 1263 تا 1286، نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبیه کردن او به کارهای سلیمان و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان، و از دفتر پنجم ابیات 2937 تا 2963، مسئله شیطان بر در رحمان. در حکایت اضافت کردن آدم آن زلت را به خیشتن که تمثیلی است دارای 29 بیت، و در ادامه داستان آمدن رسول روم به نزد عمر آمده است، به طور مستقل داستان‌های درباره ابلیس نیست، بلکه اشاره‌ای به داستان آفرینش و گستاخی ابلیس دارد که به صورت نماد و تمثیل در این داستان به او اشاره می شود. مولانا پیش از این تمثیل در داستان آمدن رسول روم نزد عمر و سؤال و جوابهای رسول روم و جواب عمر به مسئله جبر و اختیار اشاره می کند که یکی از مباحث بسیار مهم فلسفی و کلامی است. مولانا در مثنوی 65 بار درباره جبر و اختیار سخن می گوید و گاه جانب جبر را می پذیرد و گاه جانب اختیار را. اما وقتی او از جبر میگوید، جبر او یک جبر به اصطلاح عامیانه نیست که جبریان و منکران الهی آن را دستاویز گناهان خود کردند، بلکه او فراتر از آن به یک جبر محمود معتقد است که در مقابل جبر مذموم قرار دارد. از این رو مولانا معیت و همراهی خداوند با انسان را جبر نمی‌داند و میگوید این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی محض است، این
ابر نیست. ور بود این جبر، جبر عام نیست، جبر آن اماره خود کام نیست. مولانا تمثیل ابلیس و آدم را در بارگاه الهی می آورد تا مثال و نمودی برای انسانها باشد. زیرا حضرت آدم گناه را تقبل کرد و پذیرفت، حالان که ابلیس اسیان خیش را به خداوند نسبت داد. مولانا می خواهد در این تمثیل نشان دهد که دو گونه عقیده متفاوت و جدای از هم درباره جبر و اختیار در طبیعت وجود دارد. استاد فروزانفر معتقد است که مولانا در اینجا تحت تأثیر عقاید اشعریان قرار دارد، زیرا او چون ابوالحسن اشعری در این تمثیل معتقد است که قدرت انسان برای حصول فعل کافی نیست، اما اعمال و حرکات آدمی مسبوق است به حصول دایی بر فعل که از باطن منبعث می شود، و چون دایی بر فعل پدید آمد، قدرت الهی فعل مخصوص را بر دست انسان جاری می کند و انسان محل فعل است و نسبت فعل بدو قیام است نه صدور، و ایجاد فعل به قدرت خدای تعالی است که آن را قدرت قدیمیه می گویند. طبق این استناد آدم گناه می کند و این با اختیار تام اوست، اما آدم دایی این فعل است و در این گناه کردن یا به عبارتی همان گندم خوردن نسبت قیام فعل به اوست و تنها از خداوند صدور فعل صادر می شود. ولی ابلیس که در اینجا تمثیل جبریان است، نسبت قیام فعل خود را از یاد می برد و قیام و صدور فعل را توامان به خداوند نسبت می دهد. حالان که اگرچه این خداوند است که ابلیس را به تمرد کشاند، این نفی عمل قیام اسیان و تمرد از فرمان و دستور خدا نیست، زیرا ابلیس خود داعی این عمل است. با این توصیف آدم در گناه او از ادب پنهانش کرد، زان گناه بر خود زدن او بر بخورد. خداوند علت این سکوت را میپرسد که چرا تو صدور امر را هم حتی به خود نسبت دادی و حرفی از من نزدی. بعد توبه گفتش: ای آدم، نه من آفریدم در تو آن جرم و مهن، نه که تقدیر و قضای من بودان، چون به وقت عذر کردی آن نهان. گفت: ترسیدم، ادب نگذاشتم. گفت: من هم پاس آنت داشتم. هر که آرد حرمت و حرمت برد، هر که آرد قند لوزینه خرد. طیبات از بحر کل طیبین، یار را برکش برنجان و ببین. بعد از این ابیات مولانا خیلی سریع از داستان تمرد ابلیس و گناه آدمی می گذرد و دوباره برای روشن شدن بحث جبر و اختیار مثال می زند. یک مثال از پی فرقی بیار تا بدانی جبر را از اختیار. و مثال دست لرزانی را می آورد که خود می لرزد و دستی که انسان آن را می لرزاند. بنابراین ابلیس نقش کوتاهی را در چند بیت از این تمثیل فقط از باب نمونه جبری مذهب بودن و تمثیل جبریان بازی می کند. اگر معتقد باشیم که آفریده چیزی از آفریدگار خیش به همراه دارد، داستان معاویه با ابلیس که آفریده مولاناست، تجلی روح عارفانه مولانا در ابلیس است. این حکایت که درد دل عاشق مهجور شیفته دلی است که با زبان بی زبانی شرح دل خیش میگوید، از قصر معاویه آغاز می شود و در همانجا شکل می گیرد. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه، قصر را از
اندرون در بسته بود که از زیادت های مردم خسته بود. نقش قصر در شکل گیری داستان بی تأثیر نیست، زیرا بهانه ای می شود برای حیرت از کسی که به حجره در بسته ای وارد می شود و سوء ظن به او. و این اولین جرقه در داستان است که شخص ناشناسی در درون قصر راه پیدا می کند. این سوال در ذهن خواننده شکل می گیرد که اولین شخصیت این داستان چه کسی می تواند باشد؟ این شخصیت همانا ابلیس معشوق مهجور است که می خواهد به گونه ای محبت صادقانه خیش را ابراز کند و حتی اسیان و تمرد از فرمان الهی را عشق حقیقی خیش به خدا توجیه کند که چون عاشقم این گونم. مولوی در این باره میگوید: گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم. پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کیز دل بیرون شود. اولین نکته‌ای که باید در خصوص این حکایت دانست، مأخذ اصلی این حکایت است و شک و شبهه‌ای که برای خواننده پیدا می شود و آن حضور معاویه به عنوان شخصی عابد و پرهیزگار است که باید به سخن رسول خدا عمل کند. استاد زرین کوب می گوید آیا ممکن است مأخذ داستان خواب معاویه و آنچه وی را از خواب بیدار کرد و احیاناً از اینکه نماز وی فوت شد وی را رهایی داد، قصه مربوط به صدای ناقوس کلیسای نصارا در شام باشد که گویند وقتی معاویه را از خواب برانگیخت و وی از این زحمت در تاب شد، کس به نزد قیصر روم فرستاد و از وی خواست تا صدای ناقوس را قطع کنند. اما حضور شخصی چون معاویه ریاست طلب که برای رسیدن به مقام دنیایی اسلام را زیر پا می‌گذارد، جای سؤال باقی دارد. آنچنان که از داستان نیز برمی آید، نظر مولانا روی خوش نشان دادن به معاویه نبوده است، بلکه بحث عمیق‌تری را درباره ابلیس بیان می‌کند. و اما بحث درباره ابلیس در شعر تعلیمی عرفانی عارفانی که مثنوی مولانا برترین آنهاست، ما را با نظرگاه‌های آنان آشنا می‌سازد، ولی ما را به این واقعیت می‌رساند که ابلیس در شعر و عرفان همواره یک مضمون است که از این مضمون برای دست یافتن به مفاهیم متعالی استفاده می‌شود. حتی اگرچه در جستجوهایمان با حکایتی چون بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است آشنا می‌شویم. این حکایت تنها حکایتی است که ما می‌توانیم با آن در سیر مطالعات خیش در شعر تعلیمی صوفیه روبرو شویم. مقصود آن که سیمای ابلیس در مثنوی معنوی جلوه‌ای تازه ندارد و جز در یک مورد ابلیس همان شیطان زمینی است و مولانا این بزرگترین نماینده عرفان اسلامی ایرانی در شعر روزنه تازه‌ای در این باب جلو به چشمان نگشوده است. یک بار دیگر سخن آغازینمان را تکرار می‌کنیم که ابلیس در شعر صوفیه شکل دگرگونه همان گفتارها و اندیشه‌هایی است که پیش از آن در آثار منصور عارفان به نام تجلی کرده است. دوست آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی می کنم. من کجا باور کنم آن دوست را، دوست کی داند ثواب و مزد را. خاص دزدی چون تو قطاع و طریق، از چه رو گشتی چنین بر من شفیق؟
دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه در انتهای شب رسیدیم. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار و شب بخیر.